سلام دانشجوهای عزیز، امروز میخوام به شما این جارو برقی، پایه جارو برقی رو به شما آموزش بدم. همچون که اینجا مشاهده میکنیم میخوام اینو برای شما بسازیم. بس اول میریم توی محیط سالیدورکز و رایت پلان رو اسکیچش میکنیم. اسکیچش کردیم، میریم سنترال لاین رو انتخاب میکنیم و یه خط به این صورت افقی انتخاب میکنیم. بعد میریم خود خط رو انتخاب میکنیم به این شکل و این شکل انتخاب میشه. حالا میریم اندازه میدیم. اندازه اینو میدیم 80 و اندازه اینو میدیم 50 و اندازه اینو میدیم 80 و زاویه ما بین این دوتا خط رو میدیم 150 و زاویه این خط و این خط رو میدیم 26 درجه. تایید میشه، خارج میشیم و میریم تو ایزومتریک. حالا ایزومتریک در اینجا ما میریم روی صفحه تاپ پلان، شیفت رو میگیریم و فرانت پلان. این فصل مشترک ما بین این دوتا صفحه رو میخوایم به دست بیاریم، بس میذاریم اکسس. همجوری که میبینید انتخاب شد، تایید میشه. تایید که شد میریم رو صفحه پلان، پلان شماره یک. میخواییم رو این خط 26 درجه و این خط لاین رو انتخاب کنیم. ببینید یه خط و یه خط طبق قانون اوکلیدوس بر دو خط میتونیم یه صفحه بگذارونیم. خب بس این صفحه گذاشت. حالا میایم اینو اسکیچش میکنیم. اسکیچش کردیم، نمیریم نرمال، میریم عکس نرمال به این شکل. خب بعد میایم یه خط انتخاب میکنیم درست در وسط این و اندازه اینو میدیم 65. 65 که تایید شد میریم رو خط، این خط رو به این شکل انتخاب میکنیم. اندازه اینو میدیم 66 و اندازه اینو میدیم 10. تایید میشه، میریم رو خط سنتر لاین، اینو میاریم به این شکل پایین و به این شکل. خب اندازه اینو باید بدیم 15 که تایید شد این رو ترم میکنیم، میایم یه خط به این شکل انتخاب. اندازه این و اینو میدیم 33. 33 که دادیم تایید میشه. حالا یه خط به این اینجا به اینجا وصل میکنیم و اینجا میخوام زاویه ما بین این دوتا رو بدم 27.5 درجه. 27.5 درجه. خب 7.5 درجه تایید شد. یه خط میگیریم از اینجا افقی ادامه میدیم. خب حالا ترمش میکنیم. خب ببینید نصف اسکیچ تایید شده. خب میریم رو میرور، اینو میرورش میکنیم تا اسکیچ ما کامل بشه. میریم رو این لاین و میبینیم و چنین که قرمز شد معلومه که اسکیچ درست. میریم روی ایزومتریک. ایزومتریک میریم رو فیچرز اکسترودد پاس. اکسترودد پاس رو ریورس رو میزنیم به این صورت، اینو میزنیم تاپ پلان، یعنی بره تو تاپ پلان. تاپ پلان ولی عدد 28 رو انتخاب میکنیم. بیست و هشت که انتخاب شد تایید میشه. تایید شد،
حالا میایم بر این نقطه و این خط یه صفحه میگذارونیم. صفحه این نقطه رو میگیریم میگذاریم به شرطی که عمود باشه. این عموده، اینا داره نشون میده پرپندیکولی فولی دفاین هم شده. کاملا اینو اسکیچش میکنیم دایری با قطر 34 میزنیم. اندازه 34 رو انتخاب میکنیم. انتخاب که شد تایید میشه فیوچرز اکسترودد باس. ریورس میزنیم اینور به کدوم صفحه؟ تاپ پلان. میریم اپ تو سرفیس. اپ تو سرفیس کدوم سرفیس؟ این سرفیس. خب تایید میشه. تایید که شد کاملا اینو در اینجا دوره اسکیچش میکنیم. اسکیچش میکنیم دایری با قطر 40 میزنیم. سلکت میکنیم دایره با قطر 40 میزنیم. 40 که زدیم تاییده. میریم رو فیوچرز اکسترودد باس. باز ریورس اینور اینو میذاریم 15. 15 تایید میشه. تایید که شد اینو خارجش اینی هایدش میکنیم. حالا اینجا رو میذاریم 10. یعنی فلیت 10 رو، فلیت همین 10 هست اینجا و اینجا و اینجا و اینجا رو فلیت 10 میذاریم. تایید شد. بعد 12 فلیت 12 رو انتخاب میکنیم اینجا رو میذاریم. اینجا را که زدیم تایید میشه و حالا این انجام شد. پلیتو اشتباه بوده. اینجا رو و اینجا رو 8 انتخاب میکنیم. خب حالا که اینجا انتخاب شد بعد میریم 5 رو انتخاب میکنیم. پلیتو 5 5 رو انتخاب میکنیم. اینجا رو 5 انتخاب میکنیم. خب اینجا که 5 انتخاب شد حالا میریم رو شل. شل 3 میلیمتر دو تا صفحه، یعنی این صفحه و این صفحه رو 3 میلیمتر میخوایم انجام بدیم. خب این انجام شد. حالا میریم فلیت. فلیت رو باز 3 میلیمتر انتخاب میکنیم. رو انتخاب میکنیم به این شکل. همینجوری که میبینیم کاملا این 3 میلیمتر شو میکنه. دوباره با 3 میلیمتر، یعنی اینجا و اینجا رو ما انتخاب میکنیم. دوباره اینو اینجوری میچرخونیم. باز فلیت 3 میلیمتر رو انتخاب میکنیم. همینجوری که میبینین انتخاب شد کاملا. حالا میچرخونیم اینو. این کاملا انتخاب شد. خب برای اینکه این پلانو هایدش میکنیم، اینم هایدش میکنیم. هاید که شد میریم روی صفحه فرانت پلان، رایت پلان. رایت پلان اسکیچش میکنیم. میریم روی نمای چپ، خط راهنما رو میگیریم، وسط رو انتخاب میکنیم، میاریم پایین. خب اندازه میدیم. اندازه اینو میدیم 6. دوره دایره انتخاب میکنیم با قطر 6. با قطر 6 تاییده. تایید که شد میریم تو ایزومتریک. ایزومتریک اینو اکسترودد کت میکنیم. بوس ترو آل بوس. حالا این به این صورت
انجام شده. حالا برای این کار میریم توی جیومتریک پلان، پلانو میریم همون پلانه پلان شماره یک، اینو میدیم 50، فلیپ اوور، این هم 50، تاییده، تایید که شد اینو اسکچش میکنیم. اسکچش کردیم، میایم تاپ، تاپ خطو رو انتخاب میکنیم به این صورت، بعد میریم روی این خط، اینجا می‌نویسیم jtaskini.com. خب این برعکس شده، دایره اینو به این صورت اندام میدیم، اینو خارجش میکنیم، میریم رو فونت، میخوایم تایم نیو رومن بذاریم، تی آی میکنیم اینو، تایم نیو رومن اومد، بولدش میکنیم، اینو میکنیم 5 میلیمتر. خب این کاملا تایید شده و میریم روی اسپلیت لاین. خب اینو اسپلیتش میکنیم. خب این یه مقدار رفته بالا، حالا ما اینو اسکچش میکنیم، اونو میکشیم پایین. حالا تایید میشه، این باید، خب بازم یه ذره اینجا اشکال داره، باز اینو اسکچش میکنیم یکم به این صورت میاریم پایین. حالا تایید. خب حالا ببینید خوب افتاد. حالا که خوب افتاد میریم به این صورت، این انجام میدیم، اینو هایدش میکنیم. حالا اینا به این صورت رنگیش میکنیم، قرمز. خب دانشوی عزیز، امیدوارم که از این کلیپ مورد تایید باشه. شما تو سایت همینی که من زدم برین، انواع اقسام آموزش های سالید ورک رو در اونجا مشاهده میکنیم. خب این رو که به این صورت هست، میریم روی رندر و فاینل رندر هم انجام میدیم. البته این دانشوی عزیز، این رو دیگه واگذار میکنیم به خودتون و به این شکلی که در میاد رندر، به این صورت رندر میشه. خب امیدوارم که دانشوی عزیز مورد تایید شما قرار بگیره.